سناتور جان مککین از تحریم‌ها علیه رژیم ایران حمایت کرد و گفت تحریم‌ها بود که این رژیم را به میز گفتگو آورد. به افزود بسیاری از ما عمیقاً نسبت به اظهار نظرهای مقام‌های رژیم ایران بی‌اعتمادیم. از جمله این که می‌گویند تأسیسات هسته‌ای، سانتریفیوژها و تأسیسات عراق را می‌خواهند نگه دارند و توان غنی‌سازی اورانیوم را می‌خواهند برای خود حفظ کنند. به نظر من آمریکا هرگز با این شرایط موافقت نخواهد کرد. ایلیانا روزلهتینن رئیس زیرکمیته خاورمیانه و شمال آفریقا در مجلس نمایندگان آمریکا خواستار علنی شدن توافق اتمی با رژیم آخوندی شد. وی طی نامه‌ای به باراک اوباما نوشت: از زمان شروع این توافق ما شاهد بودیم که رژیم ایران اعلام کرد سانتریفیوژهایی را که 15 بار سریعتر از آنچه که در حال حاضر دارند توسعه داده و مدعی شدند دو آزمایش موشک‌های دوربرد را با موفقیت انجام دادند. حتی هشداردهنده تر از آن این واقعیت است که رژیم ایران معتقد است که این اعمال تحت توافق مشترک حق آنهاست. مرداد بصرپاش عضو مجلس ارتجاع از طرح نقض حقوق بشر و برنامه موشکی رژیم در مذاکرات ژنو توسط گروه 5 به علاوه 1 ابراز نگرانی کرد. مرداد بصرپاش عضو مجلس ارتجاع از طرح نقض حقوق بشر و برنامه موشکی رژیم در مذاکرات ژنو توسط گروه 5 به علاوه 1 ابراز نگرانی کرد. در نظام دیپلماسی شما داری با یکی مذاکره میکنی، این طرف بلافاصله از میز بلند شه بگه تهدید نظامی میکنم یا اگه این کارو بکنید اینجوری برخورد میکنم یا اگه ایران این کارو کنه من این برخورد میکنم و و هزار یک تهدیدهای کلامی و غیر کلامی، خب نشون میده این چه آدمایی. هر جا ما اومدیم عقب اومدن جلو، دارن با ما مذاکره میکنن، همزمان هی حقوق بشر رو پیش میکشن، بله همزمان هی هسته‌ای رو پیش میکشن، همزمان هی موشکی رو پیش. روز 28 بهمن دور جدید گفتگوهای رژیم با کشورهای 5 به علاوه 1 در وین برگزار خواهد شد. به گزارش کوتاهی از روند تحولات در آستانه این دور از مذاکرات رژیم با کشورهای غربی توجه فرمایید. مذاکرات دور نهایی هسته‌ای در روز 28 بهمن 92 17 فوریه در وین آغاز می شود. یکی از مسائل مورد بحث در این دور از گفتگوها موشک‌های بالستیک رژیم است که می‌تواند حامل کلاهک هسته‌ای باشد. وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا این موضوع را در استماع کنگره مطرح کرد که باعث برانگیختن مخالفت‌های جدید در مورد توافقنامه و مذاکرات آتی گردید که با سخنرانی خامنه‌ای در روز 19 بهمن شروع شد و در نمایش حکومتی 22 بهمن ابعاد جدیدی گرفت. معاون وزارت خارجه رژیم درباره این دور از مذاکرات گفت: هفته آینده برای شروع مذاکرات مرحله نهایی به وین خواهیم رفت، ولی هیچ سایتی تعطیل نخواهد شد و غنی‌سازی اورانیوم به عنوان حق مسلم ایران ادامه خواهد یافت. عراقچی نیز گفت مذاکرات سختی است و معلوم نیست چند ماه طول خواهد کشید، ممکن است 6 ماه تا 1 سال طول بکشد. پیش از این و در ادامه لیست گذاری مقامات و شرکت‌های وابسته به رژیم آخوندی، در روز 19 بهمن آمریکا 36 فرد و شرکت جدید را وارد لیست تحریم‌های خود کرد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، این تحریم‌ها شدیدترین اقدام علیه ایران از زمان توافق ژنو است. وزارت خارجه رژیم در این مورد هیچ موضعی نگرفت. گفته می شود علت آن این است که تیم مذاکره کننده رژیم پذیرفته است آمریکا این تحریم ها را بکند. از طرف دیگر بعد از 2 روز مذاکره رژیم با آژانس بین المللی انرژی اتمی، در روز 20 بهمن دو طرف در مورد 7 محور به توافق رسیدند. یکی از بندهای این توافق ارائه اطلاعات در مورد چاشنی EBW است که در گزارش نوامبر 2011 آژانس آمده بود. رژیم ایران چاشنی‌هایی به نام EBW ساخته که تقریباً هیچ کاربردی جز کاربرد نظامی، آن هم در زمینه اتمی، ندارد. این موضوع نشان دهنده فشار جدید بر رژیم آخوندی علیه برنامه موشکی آن است.
به نظر می رسد رژیم در توافقنامه ژنو پذیرفته است که به موضوع قطعنامه های شورای امنیت بپردازد. از 6 قطعنامه که در فاصله سالهای 2006 تا 2010 صادر شده اند، 5 قطعنامه به موشک‌های بالستیک نیز اشاره کردند که در آنها گفته شده رژیم ایران نباید هیچ فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیکی را انجام دهد که قادر به حمل سلاح‌های هسته‌ای باشد. در همین رابطه کابینه آخون روحانی از برگزاری یک مانور موشکی توسط سپاه ممانعت به عمل آورد که زمینه جدیدی از جنگ گرگ‌ها را به دنبال داشت و 23 عضو مجلس ارتجاع از باند خامنه‌ای به روحانی تذکر کتبی دادند.